سلام. علیک السلام آقای سر، بفرما تو. چی شده؟ چرا حرف نمیزنی؟ چی بگم؟ با این وضعیت شقرونه بعد انتخابات مگه حرفی هم مونده که ما بزنی؟ از قضایای انتخابات که خبر داری؟ خب آره. میدونی مقام عظما از اون روز کله پا شده و دیگه بلند نشده؟ آره. دیدی این نامرد ولایتی تو مناظره باید چی کار کرد؟ با خنجر کوبید. چی شد؟ آقای سریخ دارونتر الان در همسایه خبر میشه بدبختی نظام رو میشه. داشتم میگفتم اونی که تو مناظره افسار پاره کرد همین ولایتیه. دو تای دیگه هم هستن. دو به اضافه یک رو میگی دیگه. سه تا بی‌معرفت. آقای سر آرومتر دیگه، بچه یه خود آب خنک بیار واسه آقای سر. آره داشتم میگفتم دنیای ولی فقیه و نوچه‌هاشه دیگه. این دنیا همیشه کرک بوده و نامردی. روز انتخابات نبودی، مقام عظما به وضعیت داغونی افتاده بود. چشاش تشکاسه در میومد، بفهمی؟ چشاش تشکاسه در میومد. آره قربونت، منم بودم، خودم دیدمش بدبخت بینوا رو. تازه قبلش کلی پیغون پسخون فرستاده بود که حاجی رفسنجانی کاندید نشه. نمیدونی چه ارتباطی میکرد؟ ولی او قبول نکرد. مقام عظما هم دادش دست شورای نگهبان. دیدی که چی کارش کرد؟ گذاشت کنار. اما من گذاشتم. خب معلوم بود که نمیذارن. مرحوم عبوی یه حرف خوبی همیشه میزدم. الهی نور به قبرشون بباره. شرمنده اخلاقتم. هرچی خاک ایشونه عمر شما باشه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض کردم بله. میفهمونن که مشنگه داشت از خیابون رد میشد، یه دفعه ماشین زد بهش پهن زمینش کرد. این قرار بود جوک باشه، اما چه کار کنیم؟ حادثه هیچ وقت خبر نمیکنه. این نظام روزگاره، یعنی این روزگاره. نزنیم بیزننت. دمت گرم، ولی این نظام روزگار نیست، نظام الهی ماست. سریال بلاهایی که سر مقام عظما میان تازه شروع شده. تازه این اولیش بود. البته تقصیر خودشون شد. زدم به کادون. حکایت همون مشنگست که رب بانک بزنه به جای گاب صندوق اشتباهی آب سردکن ورداش با خودش برد. حالا آقای سر اگه بخوای میتونی امشب با من بیا بریم بیت عظما، قرار همین داستانو خصوصی برامون تعریف کنه. دیگه تو این دور زمانه کسی حوصله داستان گوش کردن نایره. باشه، پس عزتت زیاد.